د همدې موضوع په تړاو باندې په هرات کې زموږ خبریال محسن کرمی چې د دغه سترې پروژې د پایل د مراسمو د خبري پوښښ لپاره ورغلی و، له ده څخه پوښتم چې هلته د چارواکو نظرونه همدارنګه د ترکمنستان د چارواکو نظرونه څه و؟ کرمی، په لومړی کې که دا راته ووایې چې د دغه سترې پروژې د پایل مراسم چې په هرات او همدارنګه ترکمنستان په خاوره کې ترسره شول، څه ډول و، چا پکې ګډون کړی و؟ بسم الله الرحمن الرحیم، بسیار تشکر، سلام به شما و همه بیننده ها. دقیقا بزرگترین پروژه های اقتصادی که در قسمت تجارت، ترانسپورت، برق، حمل و نقل، ساخت تاسیسات در سرحد کشور ترکمنستان و افغانستان می باشد، امروز کلید خورد با حضور مقام های بلند رتبه دو کشور و ای آرمان و آرزوی تمام مردم افغانستان به ویژه مردم حوزه غرب است. همزمان در شش منطقه، در شش ساحه این پروژه ها افتتاح شد توسط به هدایت رئیس جمهور جمهوری ترکمنستان، که مهمترین از اونا انتقال پایپلاین گاز تاپی از ترکمنستان به افغانستان که فاز اولش است، و دومش پروژه تاپ است که انتقال لاین برق است و تقویت نیروگاه یا سبستشن نورالجهاد است، و در قدم سوم خط ریل یا خط آهن است که قرار است از ترغندی تا هرات ادامه پیدا کنه. این پروژه ها پروژه های مهم از مجموعه پروژه هایی که امروز افتتاح شده، به شمول خط فایبر نوری که اینترنت بسیار پرسرعت وارد هرات می سازه و سپس وارد ولایت های دیگر افغانستان می سازه. کریمی، د حالت د چارواکو خبری چې د افغانستان هم درد و او د ترکمنستان چارواکو هم هلته شتون درلود، د لوړ پوړو چارواکو چې هلته دلته د رئیس الوزراء او همدارنګه د ترکمنستان له لوري څخه بیا دغه هیواد ملي رهبر ویناوې وی، هغو په څه باندې ډېری تمرکز وکړ په خپلو خبرو کې؟ دقیقا مقام های دو کشور از امارت اسلامی، رئیس الوزراء همراه مقام های بلند رتبه، هیئت بلند رتبه وارد ترکمنستان شده بودند، در مراسم شرکت داشتند. رهبر ملی جمهوری ترکمنستان و رئیس جمهور ترکمنستان از طریق ویدیو کنفرانس شرکت داشتند و موضوعات مهم را شریک ساختند، و این یک گام موثر و یک گام دوستی میان دو کشور یاد کردن هر دو طرف و تاکید بر عملی سازی تمام پروژه هایی که امروز کلید خورده، تاکید بر عملی سازی آن داشتند. این نه تنها به نفع ترکمنستان و افغانستان، بلکه کار عملی ازی و انجام ازی را به منافع کشورهای منطقه دانستند. ترکمنستان بسیار علاقمندی نشان داده که هرچه زودتر در وقت که تعیین شده فاز اول از حداقل تکمیل شود، تاکید میکنه و تلاش داره که فاز اول پروژه ها تکمیل بشه تا وارد فاز دوم شوند. هر دو کشور موارد اقتصادی را بسیار مهم میدانند، دلیل از این که افغانستان نیازمند تمام پروژه های است که امروز افتتاح شده، و از جانب دیگر ترکمنستان یک سود بسیار کلان از این پروژه ها میبره و یک عواید بسیار خوب به دست میاره. در کنار افغانستان نیز یک عواید خوب به دست میاره و هزاران نفر در این پروژه ها شامل کار میشن. محسن، تاسه چه بیرت رو گرده یا تیر او رات سه چارواکی در تلل، تاسه به حتما ده هرات لخاریانو یا وگرلو یا خلکو سره هم لیده کاته کردیو، ده خلکو روایت هوادوالو لیوالتیا ده دیگه پروژه ده پایل لپاره چم روا پزنگری توگه ده هرات خلکو چه ویل؟ به دلیل از اینکه پروژه تا حال بارها افتتاح شده، در حکومت های گذشته شاید افتتاح پروژه های کلان بودن، مردم کم ذره ناامید هستند که پروژه های افتتاح شده ولی عملی نشده. اما این بار تاکید دارند که وقت افتتاح میشه، وقت مراسم به این بزرگی گرفته میشه، پس انتظار مردم هرات و مردم حوزه که شامل پروژه ها عملا هستن، مستقیم هستن، که عملی بشه کار اینا، وقت مشخص میشه که مثلا فاز اول از این آنگونه که وزارت معدن و پترولیم میگه که در دو سال آینده تکمیل میشه، حداقل به عمل پیاده بشه، شاهد انتقال لوله گاز تا هرات باشن، شاهد انتقال خط فایبر نوری تا هرات باشن، انتقال برق باشن، خط آهن باشن. اما نباشه که در حرف بمانه و در مراسمایی که گرفته میشه مثل گذشته این گونه به فراموشی سپرده بشه.
چون پروژه های بزرگ هست و منافع نفع بسیار خوب برای افغانستان داره، انتظار مردمی است که کار پروژه ها عملی بشه. درست. محسن، د نورالجهاد سبستریشن پرلکوه چمره برق به حال ترازی؟ دقیقا مشکل جدی که در برق هرات هم وارد محسوس بود، نبود یک سیستم تقویتی که بتانه برق بیشتر را از ترکمنستان جذب کنه. فعلا ترکمنستان نیروگاه یا سبستشن نورالجهاد تقویت ساخته و فعلا مشکل برق تا حدود حل گردیده و حالا در تلاش این هستند که یک سبستشن جداگانه در میان برق وارداتی ترکمنستان و ایران بسازند تا بتانن این برق را با هم وصل بسازند. ای به خاطر از ای است که شرک صنعتی نه تنها از برق ایران و من بعد از برق ترکمنستان نیز تغذیه شود. مهمترین پارک صنعتی در غرب افغانستان با کمبود انرژی، با کمبود برق روبرو نشد. فعلا اطمینانی که دادن با افتتاح پروژه برق تقویت سبستشن نورالجهاد است، مشکلات برق تا حدود 95% حل خواهد شد. دیر مننه محسن. د ټاپي چارو د پایل په مراسمو کې د افغانستان او ترکمنستان چارواکو ګډون وکړ. د افغانستان په شمول د ټاپي پروژه د سیمې او ګاونډۍ هیوادونو لپاره د اقتصادي ثبات پروژه بلل کیږي. افغان چارواکي وایي چې په افغانستان کې د ټاپي پروژې بشپړول یې له لومړیتوبونو څخه دی.